همیهنان گرامی، بینندگان عزیز، سلام و درود بر شما. سربلندی و سلامتی برای همه شما آرزو میکنم. موضوعی که در گزارش و در گفتگوی سیاسی برنامه تیک تاک امروز به اون میپردازیم، بسته اقتصادی دولت روحانیه که دیشب از تلویزیون رژیم اعلام شد. اما قبل از این گزارش اجازه بدید اشاره کنم به کلیپی که اخیراً احمدی نژاد پر کرده و از طریق فضای مجازی اونو منتشر کرده. در صحبت‌های احمدی نژاد علاوه بر جنگ باندی، اون چیزی که بیشتر جلب نظر می‌کرد وحشتش از آینده تاریک و سیاه رژیم بود. مثلا گفت اقتصاد که در آستانه متلاشی شدن است. اعتماد عمومی به کل سیستم به صفر نزدیک شده. نارضایتی در اوجه. فاصله طبقاتی در اوجه. فقر گسترده در اوجه. ملت کلن ناراضی است، به خصوص از دولت. قبول ندارند مردم دولت را، قوای دیگر را هم قبول ندارند. آخر سرش هم گفت که به نظرم فرصتی باقی نمونده. یعنی کاملا روشنه که اون چه رئیس جمهور سابق نظام رو وادار کرده بیاد و اینطور فاشگویی بکنه و در همین رابطه به خیال خودش یک راهکاری هم ارائه داده بود که عبارت بودش از استعفای روحانی و کنار رفتن سران دو قوه دیگر. همونطور که خود احمدی نژاد هم گفته، علت بیان این حرفا احساس خطر شدیدیه که میکنه و اینکه دیگه فرصتی نمونده و اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه به زودی به قول معروف نه از تاک نشان ماند و نه از تاک نشان. و اما گزارش امروز ما، همونطور که اشاره کردم راجع به بسته اقتصادی است این گزارش که دیشب در تلویزیون رژیم اعلام شد که به اصطلاح مکانیزم و چگونگی تأمین ارز و کالا رو تعیین می‌کرد که شامل رسمیت دادن به بازار ثانویه ارز و در اون نرخ ارز تابع قانون عرضه و تقاضا خواهد بود. کما اینکه بر همین اساس هم نرخ ارز دیروز به بالای 10,000 تومان رفت. اجازه بدید که صحبت رو کوتاه کنم و توجهتون رو به گزارشی در این باره جلب کنم. بسته‌ای برای تأمین، توزیع و نظارت کالاهای اساسی و دارو. ستاد اقتصادی دولت 3 وزارتخانه را مأمور نظارت بر ثبت سفارش، تأمین ارز، ترخیص، حمل و توزیع 20 کالای اساسی. تا همینجا رژیم در تعداد کالاهایی که مشمول ارز 4200 تومانی هستند یک دبه کرده است، در حالی که دیشب تلویزیون رژیم خبر داد که ستاد اقتصادی دولت این تعداد را 20 قلم کالا اعلام کرده. قبلا صحبت از 25 قلم کالای مشمول ارز 4200 تومانی بود. بنابراین وقتی دولت روحانی به فاصله چند روز زیر قول خود میزند، پیشاپیش روشن است که اعتبار سایر وعده ها مانند نرخ ارز همان 4200 تومان است و نرخ ارز تا اردیبهشت سال آینده ثابت است که سررسید آنها چند ماه دیگر است تا چند اندازه میتواند باشد. اما در یک نگاه کلیتر، ناظران اقتصادی بسته اقتصادی دولت را دارای آثار و پیامدهای مخرب اقتصادی که باقی مانده ناچیز توان اقتصادی را به باد خواهد داد ارزیابی میکنند. از جمله کیهان خامنه‌ای به نقل از جمعی از اقتصاددانان نوشت: با اجرایی شدن بسته ارزی دولت و آزادسازی نرخ ارز، تورم شدید و قابل توجهی به اقتصاد تحمیل می شود. از جمله این اقتصاددانان حکومتی، سمسامی، سرپرست اسبق وزارت اقتصاد و دارایی می گوید: پس از تطبیق قیمتها با ارز 8000 تومانی، این بار به خاطر افزایش قیمتها، قیمت ارز مجدداً افزایش پیدا کرده و این روند ادامه خواهد داشت. سمسامی با بیان اینکه 85% واردات کشور مواد اولیه کالاهای واسطه است که با ارز بالای 8000 تومان و حتی بالای 10000 تومان تأمین می شود گفت: این کار کمر تولید را می شکند و معلوم نیست تولید کننده چگونه باید به تولید خود ادامه دهد. روزنامه حمایت 18 مرداد نیز سرمقاله خود به قلم یکی از کارشناسان رژیم به نام کنعانی مقدم را به موضوع بسته اقتصادی ارائه شده توسط دولت روحانی اختصاص داده و با اشاره به زمینه‌های استفاده رانتی در این سیستم و اینکه ارز دولتی همچنان برای رانتخاران از جذابیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است می‌نویسد:
با توجه به فاصله ارز آزاد تا ارز دولتی، راندخاران به انواع و اقسام ترفندها برای دستیابی به ارز ارزان قیمت متوسل خواهند شد. در باند روحانی هم ارزیابی ها به همین اندازه نسبت به این بسته اقتصادی و پیامدهای آن ناامیدانه است. روزنامه جهان صنعت 18 مرداد تحت عنوان تعادل به بازار باز نمیگردد به نقل از مجید رضا حریری نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نوشت تعادل بازار ارز با اهرم بسته ارزی امید واهی بیش نیست، چرا که 80% بازار ثانویه در انحصار تنها چند درصد کمپانی هاست و در مقابل 20% آن را چند ده هزار صادر کننده خرد تشکیل می دهند. بنابراین با انحصاری که در این بازار حاکم است نباید منتظر سازوکار کشف قیمت و عرضه و تقاضا بود. همین روزنامه در مقاله دیگری با عنوان مات شدن مردم در شطرنج مشکلات می نویسد این بسته در بهترین حالت اجرا به شدت تورم‌زاست و حتی اگر دولت بتواند تا آخر سال هم تورم را کنترل کند، سال آینده فنر تورم رها خواهد شد و به یک باره تورم زیادی ایجاد می گردد. ویژگی اصلی بسته اقتصادیان است که به نرخ کنونی ارز که در حال حاضر بالای 10,000 تومان است و بعضی پیشبینی می کنند که تا مدتی دیگر به 2 برابر این رقم خواهد رسید، آن است که دولت روحانی به آن رسمیت داده و می تواند از این طریق و با ارائه ارز دولتی پول بسیار کلانی به جیب بزند. پولی که البته از جیب و سفره محقر مردم محروم خارج می شود. در همین رابطه احمد توکلی از مهره های باند خامنه ای می گوید دولت چندان هم از دلار 7,000 تومانی بدش نیامده است، ولی باید بدانند که گشایش در پرداخت های دولت خیلی کوتاه خواهد بود، چرا که خیلی زود تورم ناشی از ارز 2 برابر شده دولت و ملت را دچار مخمصه می کند. جالب توجه است که باند رقیب هم خیز برداشته تا در این بحبوحه و از این خانه یغما سهمی هم برای خود بردارد. در همین رابطه آخوند مکارم از مراجع حکومتی که خود از غارتگران قهار است به مشهد رفته و صراحتاً هم اعلام کرده که موضوع سفر و سخنرانی هایی که در آنجا دارد اقتصادی است. رسانه های حکومتی نوشتند سفر مکارم شیرازی به مشهد اولین نه اما شاید آخرین فرصت که از این آشفته بازار اقتصاد و تحریم و اعتراض مفری برای خود پیدا کنند و سرمایه اجتماعی اصولگرایان را افزایش دهند. بسته اقتصادی رژیم که هم روحانی و هم رئیس جدید بانک مرکزی وعده اون رو داده بودن بالاخره دیشب در تلویزیون رژیم رونمایی شد. درباره همین موضوع گفتگویی ترتیب دادیم با خسرو شکراللهی. سلام عرض می‌کنم به شما و تشکر می‌کنم از شما. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز سیمای آزادی. بله. آیا این بسته‌ای که به اصطلاح بسته اقتصادی که اعلام شده تو این وضعیتی که هست می‌تونه قیمت بالا رفتن قیمت ارز رو مهار کنه و اون رو به اصطلاح به طور نسبی هم که شده پایین بیاره؟ ببینید یک نگاهی بکنیم به زمان و شرایطی که این بسته مطرح شد و تصویب شد و اعلام شد تا بشه به سوال شما جواب داد. این روز 15 مرداد ماه بود که این رئیس جدید بانک مرکزی رژیم آمد و در تلویزیون اینو اعلام کرد و گفت که از چه قرار هست این بسته و جزئیاتش و بعدش هم که همونطور که خود شما هم گفتید دیگه دیشب اعلام کرده. بله. پس بنابراین 15 و دیشب اعلام شده. در چه شرایطی؟ در شرایطی که از 9 مرداد ماه ما شاهد یک گام دیگه از اوجگیری قیام مردم ایران بودیم. در شهرهای مختلف مردم به خیابان ها اومدن، درگیری هایی با نیروهای انتظامی بود، جو همه در بسیاری از شهرها جو متشنج، علاوه بر شهرهایی که توشون قیام و بپاخواستگی بود جو متشنج گزارش می شد. تازه اون خودش هم به دنبال اعتصاب کامیوندارها بود که از اول مرداد ماه شروع شده بود، اعتصاب کارگران و کارکنان راه آهن و قبلش از اون هم اعتصاب بازار که همینطوری ادامه پیدا کرد بود. پس می بینید اینها در یک شرایط بقایت وخیم اجتماعی در حالی که با قیام‌های مردم ایران روبرو بودند این رو مطرح کردند.
از یک طرف دیگه همزمان با این هم در شرایطی که دور اول تحریم‌های آمریکا هم شروع شده بود که کارشناسان میگفتند که حتی تأثیراتش با وجودی که در همون روز اولی که شروع شده بود مطالعاتی که کرده بودن از جمله مثلا در نشریه فوربس منتشر شد که کارشناسان گفته بودند تأثیرات این تحریم‌ها از اون چیزی که ما قبل از اعمالش میپنداشتیم و ارزیابی میکردیم به غایت سنگین‌تر خواهد بود بر روی اقتصاد رژیم. و ببینید در این شرایط اینها اومدن و یک همچین چیزی رو گفتن. بنابراین میشه فهمید که این بسته اساساً در جهت پاسخگویی به حل یک مسئله ارضی نیست، بلکه برآمد از واکنش‌های رژیم و دست و پا زدن‌های رژیم برای رویارویی با این شرایط هست. اما خب ببینید به لحاظ صرف خود همین چیزی که ارائه کردند اینطوری گفتند که خب از این به بعد جلوی معاملات ارزی رو در بازار آزاد نمیگیرن، چون که در فروردین ما گفتن که 4200 تومان و فقط یک نرخ و ممنوع کرده بودند که خب حالا شکست خوردن و از اون عقب نشستن. و بنابراین میگن که بسته در اساسش این هست که ارز هاست که یک سری از کالاهای اساسی مثل فرض کنید برنج، گوشت، یک 25 قلم اعلام کرده من بعدش کردم 20 قلم که اینها از ارز دولتی استفاده خواهند کرد، همون 4200 تومان اینها رو وارد خواهند کرد، بقیه نیازها ارزش از ارز توافقی ارز بازار ثانویه تأمین خواهد شد. کجا ارز از کجا خواهد اومد؟ آن چیزی که از فرآوردهای پتروشیمی رژیم بفروشه و یا سایر صادرات غیر نفتی، اینها ارز حاصل از این رو میذارن در بازار و بر اساس نرخ توافقی این رو میدن که بهش میگن نرخ بازار ثانویه، یعنی فرق میکنه بازم با اون نرخ بازار آزاد یا همون بازار سیاه، و از این طریق میخوان ارز رو وارد کنن. بنابراین میبینید به راه حل ارز معلومه پشتوانه ارزی یک مملکت در یک اقتصاد سالم اول تولیدش است. حالا در رژیمی که در کشوری که رژیم آخوندی بهش حاکمه و تولید رو نابود کرده، کشاورزی رو از بین برده و اساساً سازوکار اقتصادیش بنا شده بر غارت و چپاول باندها و امپراتوری‌های غارتگره وابسته به همین رژیم و سپاه پاسداران، پشتوانه نمیتونه ارز داشته باشه که بتونه بر اساس یک سازوکار درستی این کار رو پیش ببره. مضافاً بر این اصلا نخواستی این وسط هست از بهبود وضعیت ارز، این تنها یک مکانیزم چپاول و غارت مردم هست برای اینکه رژیم آخوندی بتونه با پیشبرد سیاست‌های خودش در شرایطی که تحریم شده، در شرایطی که با بحران‌های وخیم اجتماعی روبرو هست، بتونه حکومت خودش رو حفظ کنه بر اساس غارت و چپاول. چرا میگید که چپاوله؟ یعنی این مکانیزمی که چیدن بر چه اساسی میگید چپاوله؟ خودشون میگن. ببینید هم مکانیزم هم بله آفرین واقعا مکانیزم توش تعبیه کردن برای چپاول، ولی اساسا خودشون هم میگن. ببینید این رئیس نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین ببینید چقدر صریح داره میگه تعادل بازار ارز با اهرم بسته ارزی امید واهی بیش نیست. میگه این فقط امیده که بخوام با این وسیله ارز رو بهش ثبات بدیم یا تعادل برقرار کنیم. بله. چرا که 80% بازار ثانویه در انحصار تنها چند کمپانی است و در مقابل 20% آن را چند ده هزار صادر کننده خرد تشکیل میدهند. بنابراین با انحصاری که در این بازار حاکم است نباید منتظر سازوکار و کشف قیمت ارز و تقاضا بود. یعنی ببینید میگن کل این ارز، همین ارزی که ما داریم میگیم بازار ثانویه، این دست 80%ش دست چند تا کمپانیه که اینا انحصار دارن. یعنی چی؟ یعنی همین شرکت هایی که خودشون بهشون میگن خصولتی، یعنی چیزایی که دست سپاه هست، همین بنیاد هایی که دست غارتگران رژیم هست، و 20% هم بین صادر کنندگان خورده پا میره. و ببینید مکانیزم شما گفتید، بله مکانیزم گذاشتن، همین اینطوری اینها در واقع دارند 3 تا بازار ارز رو به رسمیت میشناسن. بله. بازار 4200 تومانی که میگن این نرخ دولتی برای اینکه صادر و کار وارد کنیم کالاهای اساسی رو، یک بازار ثانویه که یک نرخ توافقی داره که نزدیک است به نرخ اون چیزی که بهش میگن بازار سیاه، و بعدش بازار سیاه ارز، اون چیزی که نرخ اصلی رو بر اساس عرضه و تقاضا در بیرون میکنه، حالا میگن غیر قانونی و ایناست. ببینید از هر کدوم از اینها، این همین چند نرخ بودن ارز یک سازوکار هست برای چپاول مردم ایران و غارتگری
چرا اینکه کما اینکه در همین مدت که 4200 تومان بود خودشون گفتن ببینید الان در مجلس ارتجاع آمدن و میگن که در این وسط با همین عرضه نرخ 4200 تومان 11 میلیارد دلار ارز عرضه شده، اینجا 9 میلیارد دلار معلوم نیست چه اتفاقی براش افتاده که البته معلوم هست. یکی از سایت‌ها گفته که این 50 این 9 میلیارد دلار در واقع ما به تفاوت اینکه ارز رو گرفتن با نرخ 4200 تومان بردن در اون یکی بازار با نرخ 8000 تومان 10000 تومان فروختن و اینجا به جیب در حدود مثلا فرض بکنید 6000 تومان بابت هر یک دلار پول به جیب زدن و 9 میلیارد دلار وقتی شما ببینید برای هر یک میلیارد هر یک دلار وقتی 5-6000 تومان به جیب میزنن این 9 میلیارد دلار که گم شده میشه در حدود 50000 میلیارد تومان که رفته به جیب آخوندها و از جیب مردم ایران دزدیده شده. دزدیده شده چرا؟ برای اینکه بتونن باهاش این حکومت رو در این تحریم‌ها نگه دارن، خرج قارتگری ها و چپاول و دزدی خودشون بکنن و در ازاش چی؟ مردمی که اگر مثلا یک و نیم قرص نان میتونستن بخورن مجبورن علنه یک قرص نان بخورن و همینطور که پیشرفت کنن مجبورن نصف قرص نان گیرشون بیاد و بخورن. بنابراین قدرت خرید مردم رو کاهش میدن و فشارش رو بر طبقه محروم، طبقه توی دست جامعه بیش از هر قشر دیگری میزنن و خودشون هم دارن بهش اعتراف میکنن. ببینید یکی از کارشناسان اقتصادی رژیم اومده دیروز چی گفته؟ گفته زنجیره ارزی از ابتدا تا انتها از اشکالات ساختاری رنج میبرد. با توجه به فاصله ارز آزاد تا ارز دولتی راندخاران به انواع و اقسام ترفندها به دستیابی به ارز ارزان متوسل میشوند. و یا مثلا حالا این وسط میان چیکار میکنن برای اینکه این لاپوشانی بکنن، این دزدی و این غارت رو مانورهای مبارزه با فساد را میندازن. مثلا امروز علم الهدا میگه اگه شما دنبال فساد هستید برید همین وزارت صنایع و این صنعت خودروسازی رو بگیرید و اینا رو همه اعدام بکنید، گردیه کسایی که این چیز هستن که اینا میخوان نشون بده فاصله که به اصطلاح دارن مبارزه با فساد میکنن. پس بنابراین ببینید این یک سازوکار غارت و چپاول و دزدیدن از جیب مردم ایران و وارد کردن این فشارهای اقتصادی بیش از پیش بر گرده و بر استخوان طبقات محروم و تویدست و همه اقشار جامعه ما هست. این مکانیزم دزدی همین چند نرخ کردن اصلی ترین بستر غارت و چپاول و دزدی رو باش فراهم میکنن. خب پس اینجوری که شما میگید رژیم الان راه حلی نداره، در حالی که این بحران اقتصادی خطرناک شده برای رژیم، پس چه جوری حلش میخواد بکنه؟ بله ببینید واقعا راه حلی نداره، بحران خطرناکه. اون چیزی که میشه به قطع یقین گفت که این بحران ادامه پیدا خواهد کرد، باز هم نرخ دلار بالا خواهد رفت، قادر به تثبیتش نخواهند بود. این وسط فقط فشار و فشار و فشار بر قشر بر اقشار مختلف جامعه ما، بلخص اقشار تویدست، کارگران، بیکاران، اینها وارد خواهد شد. و این چیزی نیست که اکنون فقط مثلا مقاومت ایران یا مجاهدین بگن، خودشون هم دارن بهش اعتراف میکنن که اصلا ما اگر آدام اسمیت هم بیاریم بذاریم توی تیم اقتصادی خودمون باز این مسائل حل نخواهد شد. یکیشون میگه اگر آسمان طلا هم بباره اینا مسائل حل نمیشه. ببینید مسائل و مشکلات در تحت این حاکمیت رژیم غارتگر و قرون وسطایی ولایت فقیه، مسائل اقتصادی اکنون دیگه هیچ راه حلی براشون متصور نیست و راه حل را یک راه حل سیاسیه و اون هم همون چیزی است که مردم ایران دارن در کوچه و خیابون از دی ماه تا کنون هر روز به شکلی فریاد میزنن و داد میزنن و میگن این رو که خلاصی از دست این حاکمیت غارتگر و چپاولگر است. این تنها راهیه که مسائل و بحران‌های اقتصادی یک چشم‌اندازی برای حل پیدا می‌کنه و الا در چارچوب این رژیم خیر مکانیزم‌های اقتصادی پاسخگوی این بحران اقتصادی نخواهد بود. بله خیلی متشکرم از توضیحاتی که برای ما دادید. خب بینندگان عزیز گفتگوی داشتیم با خسرو شکراللهی درباره اهداف و پیامدهای ارائه بسته اقتصادی در رژیم. با این گفتگو برنامه امروز ما هم در همین جا به پایان میرسه. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.